درود و عرض عداب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان همینک تا کمتر از نیم ساعت بیننده یکی دیگر از برنامه‌های های شامگاهی صفحه یک هستید که با کاوش و خانشی بر روزمه امروز دوشنبه بیستم آبان ماه ایرانی مثل همه شبها در طول هفته نگاهی خواهد داشت به بین سطور سیاست، فرهنگ، اجتماع در ایران و ازن منطقه و همینطور جهان به روال معمول بیشین شبها اشاره کنم که روزنامه های امروز به طور یک دست سخنان آقای روحانی رو باستاب داده بودن سخنانی که بیشتر شبیه یک تنش تریبونی بود و نزاع سنگینی بین حوزه قضائیه و رئیس جمهوری ایران رو پدیدار ساخت به طور مشخص اشاره کنم که افشاگری تازه حسن روحانی در رابطه با فساد مالی سیستماتیک و برخورد جناهی قوه قضایی ایران در این ماجرا همینطور تحلیل های متفاوت از احتمال انتخاباتی بودن این مدل افشاگری ها در سوی دیگر جناح رقیب کابینه ی حاکم روح دولت روحانی عمدتا ایشون رو به فرار از مسئولیت متهم کرده بودن در عرصه منطقی تک رویدادی رو که میدیدن بحث تنشهای انتخاباتی در افغانستان هست که عبدالله عبدالله نسبت به نتیجه انتخابات اظهار نارضایی کرده و گفت که کوتا نخواهد اومد در حوزه هنر هم میدیدم که برخی از روزنامه های دست راستی نسبت به اثر هنری مشترک آقای علیرضا قربانی و همایون شجریان اظهار موضع نسبتا منفی گرفته بودند و اون رو باب دل و باب میل مخاطبانشان ندانستن نظر به اینکه شجریان ها مدام بر سیبل نقد رسانه های دسترستی هستند در سه زیست محیطی هم میدیدم که بازگشت روزهای خاکستری عنوان روزنامه جامع جمع بوده و همینطور در حوزه هستهی راهندازی و غنیسازی ها تهدید به سازی های تا 60 درصد در برخی از نیروگاه ها سرفصل همه مطالب و موضوعات برگزاری برنامه امشب دوشنبه 20 آبان ماه ایرانی برابر با 11 همه نوامبر 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید درودی دوباره محضر یکایک شما خوبان همراهان و مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک دفتر صفحه یک امشب رو میگشایم با تازه ترین منازعات جناهی و تنش‌های تریبونی بین قوه قضایی ایران و همینطور حسن روحانی رئیس جمهور که تحلیل های بسیاری رو برانگیخت و جالب اینجاست که به طور یک دست امروز روزنامه های دوسوی قطب قدرت در ایران به انعکاس همین مطالب پرداختن اما از منظر دید خودشان با تحلیل های متفاوت که ما گزیده از آنها رو با شما به اشتراک میگذاریم ماجرا از اینجا نشعت می گرفت که آقای روحانی در میدان مرکزی شهر یزد با برخی از شعاردهندگان طرفدار آقای خامنه ای مواجه شد و حتی در نظم سخنرانیشون اخلال ایجاد شده گوشه از آن رو میبینیم و برمیگردیم من چند نکته مهم رو میخوام به عرض شما ملت بزرگ یز برسانم صدای شما مردم صدای این چند نفر جوان نیست شما شما مردم بزرگ همین موضوع رو بسیاری از روزنامه ها از زوایای دیده خاص خود به اون پرداخته بودن مثلا آفتاب یز رو میدیدم که جدای از اینکه به متن محتوای مطلب آقای روحانی اشاره داشت که سرنوشت 22 میلیارد دلاری که از کشور خارج شد چه شد و اینها اما آقای روحانی رو نشون داده بود که از منظری تصویری از پشت که اون رو سپر بلا نامید که توسط عده خود سر به بحران خورد اما همین ماجرا رو روزنامه رسالت با نگاهی دیگر به این مطلب پرداخت و با تک واژه دو واژه تک واژه که نه فرار ممنوع به نحوی از آنها کوشید که مسئولیت ها رو در دولت آقای روحانی به ایشان گوش زد کند که مبادا با فرافکنی و مبنی بر اینکه هی دوز رو بگیرید خود از مجب مسائل و مسئولیت هایی که متوجه شما هست بخواهید فرار کنید در همون سخنرانی آقای روحانی در پاسخ به برخی از این شپ نظامیان در واقع دیگه بچه بسیجی هایی هستن که خب سازماندهی شده میان و یه اخلالاتی میکنن و یک شعارهایی میدن هم, هم از یک مقر مشخص چون در طول این چهل سال باب بوده نه اینکه این اظهار نظر من معطوف به جانبداری از هیچ کس به طور مشخص نیست اما این یک روال و رویه بوده که در طی سالیان در جمهوری اسلامی برای از میدان به در کردن رقیبی، رفیقی، حریفی میکوشیدن با این شیوه 40 50 نفر رو سازماندهی کنند و علیه اون شخص شعار داده بشه علا حال نظر به تأمین امنیت جایگاه که خیلی وسیع هست در سخنرانی های ریاست جمهوری تو ایران امکان این مقدار بلبشو و اختشاش وجود ندارد جز اینکه از ناحیه نهادهای نظامی به طور مشخص هدفمند به تبیری سازماندهی شده باشد علا حال رویش ملت بخش از اظهارات آقای روحانی رو انعکاس داد که در پاسخ و در واکنش به جوانان شعار دهنده گفته بود که اختلاف در کشور خواست آمریکاست و این کار رو نکنید اما روزنامه های دیگری بودن که با نگاهی دیگری به ماجرا پرداختن مثلا سیاست روز با یک تیتر پرسشی همون گونه که شما دارید میبینید نوشته بود که عصبانیت روحانی برای چیست در واقع به دنبال واکاوی و رمز زودایی از این پریشان و آشفتگویی های آقای روحانی برآمده بود به نحوی زن آنها میخواست این مدل پاسخ حسن روحانی رو متوجه و معطوف به یک موضوع مشخص کند که گام به گام جلوتر میرن به اون رو با شما خواهم شکافت همون گونه که در تصویر میبینید خب ما داره میبینیم که زده مشکل اقتصادی با سخنرانی حل نمیشود مجموع پلاکارت هایی که دست برخی از شهروندان بوده یز رتبه دومی بیکاری یا راه حل مشکلات اتکاب توان داخلی که خب ادبیات آقای خامنی بوده بیشتر اینها رو ما میبینیم که مردم تو دستشون گرفتن با این وصل روزمه سیاست روز میخواد این گونه نشون بده که پریشانی و عصبانیت حسن روحانی تا مایه بیپایه بوده و ضرورتی به این میزان عصبانیت نبوده در حالی که چند تا پلاکارد یا شعارهای عمدتا با منشه اقتصادی به تعبیری مطرح شده بود اما وقتی حسن روحانی واکنش نشون داد به جوان ها گفته بود که این صدای اختلاف ایده جوان هست و صدای اختلاف خاست امریکا است و از این حرفا روزنامه صدای اصلاحات که به اسم البته وابسته به اصلاح طلبان هست تا حدود زیادی در مدار جناح راستی ها هست مطلب اصلی صفحه یکی خود رو هم گونه که میبینید نوشت که آقای رئیس جمهور مطالبه گری صدای آمریکا نیست یعنی شما دارید بحث رو منحرف میکنید اما یکی دو تا روزنامه دسترسی رو و مخالف دولت بوده که با مدلی دیگر سفارایی شدن که اونها رو هم با هم مرور میکنیم از جمله اصر ایرانیان که کلان اصلا با لوگوی آبی به تعبیری سفارایی شد با پس زمینه آبی به گونی و به نحوی از آنها خواهد میخواست که به مخاطبان خودش اون توتم اون نماد شعارگونه و تبلیغاتی روحانی که بنفش بوده رو به ذهن مخاطب متبادر کنه همون گونه که میبینید خطاب به آقای روحانی در تفسیر موضوع و اظهاراتش نوشت که روحانی از بازداشت برادرش برا شفته است چند روزنامه بودن همونی که خود اصر ایرانیان بوده وطن امروز بوده اینها ماجرا رو به بازداشت حسین فریدون مرتبط ساختن اما ما تحلیل رو لایه لایه میکاوی میدیم جلو که مجموعه عوامل نقش داشته دوست داشتم که نگاه وطن امروز از روزنامه های نزدیک به طیف فرقه مصباح یزدی رو هم داشته باشیم که میدیدم این روزنامه هم در یک عنوانی بسیار تند به حسن روحانی حمله کرده بود همون گونه که میبینید روزنامه وطن امروز هم با یک بک‌گراندی که پس زمینه که آبی هست البته درسته که پس زمینه مرتبط به جایگاه آقای روحانی بوده اما این مدل سفارایی با تکنیک رنگ به هر روی مفاهیم و معانی خاص خودش رو داره با عنوان کلاه فریدونی منتشر شد و اشاره کرد که حسن روحانی به جای سفر به آذربایجان و پیگیری مسائل زلزله زدگان به یزد رفت و با حمله به قوه قضاییه به خاطر برخورد به مفسدان دانه درشت اقتصادی پروژه انتخاباتی دولت رو کلید زد اما ماجرا چه بود؟ حسن روحانی در رابطه با برخورد های اخیر قوه قضایی با برخی از مفسدان مالی اظهار موضع کرده بود جالب اینجا بود که همین اظهارات ایشون در میدان مرکزی شهر یزد با واکنش آقای رئیسی هم مواجه شد من این بخش از مطلب رو هم میخوام یه مرور خیلی کوتاهی داشته باشم که اصلا حسن روحانی چه گفت؟ حسن روحانی به طور تأکیدی اشاره کرد که در دولت من هیچ پولی گم نشده به نحوی از آنها میخواست اشاره کنه که در دولت قبلی 18 میلیارد دلاری که در خیابان‌های ترکیه مفقود شد که هیچ که پاسخ ندادن البته این بخش درسته تو بخش از این جدال‌های جناهیشون نکاتی رو هم افشا میکنن که خب به هر روی میتونه استفاده مطلوب داشته باشه روزنامه ایران که تریبونی دولت هست خطاب به ملت از زبان آقای روحانی گفت که به مردم بگویید پول نفت و بیت المال کجا رفت نهادی 947 میلیون دلار گرفته و پس نداده خب به مشخص وقتی این گونه میگوید این نزاع نهان و مستتر بین مردان دولت و لایه های سخت قدرت هست نهادهای های تحت امر رهبری که همه رقم پول میگیرن و پاسخگو نیستن البته آقای روحانی هم خب خیلی دیرگاه به این مسئله ورود پیدا کرده که از غذا برخی از روزنامه ها نوشتن که تا این 6 سال کجا بودید همگان میدانیم که مباحث انتخاباتی تو این ماجرا مطرح است در این رابطه روزنامه کیهان بولتن اختصاصی بیت رهبری هم خطاب به حسن روحانی یه گزارش خبری تحلیلی منتشر کرد تحت عنوان برباد رفته ها از 18 میلیارد دلار تا عزت پاسپورت ایرانی از اینکه پاسپورت ایرانیان به تعبیری عزتش مخدوش شده یا کم شده یا شعن شهروندان ایرانی شکسته خب این دیگه فقط به روحانی و احمدی نژاد و خاتمی که برده میگردد به کلیت نظام فقه ها به تمامیت نظام جمهوری اسلامی برمیگردد که از غذا سردمدارش خود کیهانی ها هستند و این رو نمیتوان در این گذاره جای به تعبیری گنجان مبنی بر این که با آمدن روحانی حالا مثلا عزت پاسپورت ایرانی هم پایین اومده خیر با, استق... با انقلاب 57 ملت ایران شعنشون اون شب شوم بهمن ترک برداشت و کیهان نمیتونه از این طریق برای خودش به تعبیری اعتبار بخرد اما روزنامه حمایت تحت امر ارگان قوه قضاییه به نقل سخنگوی این نهاد قضایی گفت که میدان مبارزه با فساد را خالی نخواهیم کرد فرقی نمی کند که پرونده فساد مربوط به زنجانی باشد یا کرسنت یا استت اویل که اشاره دارد به کرسنت و استت اویل همون پرونده های مهدی هاشمی هست که خب اینجا میخواست یک نیشی بزند به حسن روحانی که شما از اون طایفه و تبار حمایت میکنید و ما اونها رو هم برخورد میکنیم بابک زنجانی رو هم برخورد میکنیم البته حمایت هم اینجا شیطنت کرده چرا که در واقع خود بابک زنجانی به با عنوان یک یکی از فاسدان برجسته مالی و فاسدان سیستمی دولت احمدی نژاد کماکان تونست با وقت خریدن بماند و حتی بعضا از داخل زندان تهدید میکنند که من یه روزی میام بیرون و وزیر نفت میره داخل که این نشانگر نکته مهمی است مبنی بر اینکه خب کسانی پشتش هستن جایی که روزنامه آرمان این رو تا حدودی به درستی اشاره کرد و گفت که دلواپسان دست پیش گرفتن تا پس نیفتند خلاصه هرچه هست که سخن سخن سرقت های سیستمی است سخن بر سر فساد فراگیر هست که تمام پیکره و بدنه نظام موسوم به اسلامی ایران رو فرا گرفته و در حالی است اینا از زبان بالاترین مقام اجرایی کشور داره بیان می شود که خب رهبری ایران کماکان معتقد هست که این موضوع فساد سیستمی در ایران نماد خارجی ندارد و خرد فساد هایی هست همون از زعم و ادبیات خودش میگوید کشش ندهید خب همگان به یاد داریم که آقای قالیباف وقتی رفته بود شهردار شده بود رفت پیش آقای خامنه ای و سخن از فساد وسیع مالی اهد احمدی نژاد سخن گفت گفت حالا اینقدر مهم نیست و اینقدر کشش ندهید قطعا خب منظورش این بود که رعفت و عطوفت اسلامی رو شامل حال حاج محمود احمدی نجات بکنید نکته دیگری رو که من در همین رابطه اظهارات آقای روحانی میخوام اشاره کنم جایی است که آقای رئیسی یک پاسخی داد و انگار که به طور مشخص میخواست به حسن روحانی پاسخ دهد من اون تکه رو هم انتخاب کردم میبینیم برمیگردیم به هیچ عنوان هم اینطور نیست که با دو قطبی سازی با اتهام زدن با ملامت کردن این میدان رو بش خالی کرد میدان مبارزه با فساد میدانی است که هرگز با ملامت با فضای سیاسی و جناهی درست کردن این میدان رو نباید خالی کرد ما... خب همون گونه که دیدید آقای رئیسی صریحا داشت میگفت که ما از دو قطبی شدن نمیترسیم یعنی آقای حسن روحانی داره ماجرای مبارزه با فساد و برگزاری دادگاه ها رو دو قطبی میکنه جناهی میکنه و ما از اون نمیترسیم در حالی که خود آقای روحانی هم معتقد است که اصل این مدل برخورد ها با فساد برآمده از اندیشه های جناهی است روزنامه جهان صنعت هم تیتر اصلی خود رو در رابطه با اظهارات آقای روحانی همون گونه که میبینید با عبارت تعنه بنفش سفارایی کرد که احتمالا اشارشون به همون رنگ و نماد و لوگوی انتخاباتی آقای روحانی بوده که به نحوی از آنها این مدل اظهارات رو در این مقطع زمانی میخواست بی اثر جلوه دهد که تعنه بنفش جیغ بنفش مثلا الزاما خیلی محتوا نداره و نوعی بازی هست خب عمده کارشناسان هم معتقدن که ماجرا به نحوی زنها در واپسین ماها یا سال در سالهای دولت روحانی به نحوی زنها با مطالبات و با سویه های سیاسی با منش انتخاباتی است البته خب خود ایشون که کاندیدا نخواهد شد اما به هر روی تلاش دارد که در پارلمان چینش داشته باشد یا سایر موارد خب عمدتا هم در جمهوری اسلامی به یاد داریم که دولت‌ها و رؤسای دولت در واپسین ماه یا واپسین سال حضورشون بیشترین اظهارات بیشترین مطالب نقادانه رو مطرح می‌کنند، اظهار نارضایی می‌کنند گلایگی می‌کنند، این تقریبا تو همه اینها باب بوده از محمد خاتمی که خودش رو نمیدونم یک تدرکاتی بیش نمیدانست و معتقد بود که هر نه روز براش بحران ایجاد کردن تا حسن روحانی که الان خب از سرقت های چند میلیارد دلاری سخن می گوید تا ثانی های دیگر با صفحات دیگر از صفحه یک به صفحه رسانه هایتان باز خواهم گشت با ما باشید و بنشینید درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با متد تازه تر با شیوه ای گونتر مطالب رو هر شب من تقدیم حضورتان می کنم. البته مبنای مطالب ما مطبوعات منتشره در تهران هست اما خب از دل این مطالب افزود نظرهایی داریم که امیدواریم در روشنگری عرصه سیاست اقتصاد و اجتماعی ایران نقش آفرین باشد از جمله مواردی که در سخنرانی آقای روحانی در شهر یزد مطرح شد و خیلی برجسته با واژگان خیلی بین و خیلی به تعبیری تبلیغاتی که من حتی گمان کردم که یه کار خیلی شاق صورت گرفته بود اشاره ایشان به کشف میادین نفتی بوده که بخشی از این اظهاراتشون رو ابتدا میشنویم من برمیگردم تفسیر و تحلیلمون رو ارائه میکنیم ما یک میدان نفتی به اندازه پنجا و سه میلیارد بشک نفت کشف کردیم پنجا و سه میلیارد بشکه به گونه آقای روحانی نسبت به اعلام این خبر به تعبیری اظهار موزه کرد و مطلب رو بیان کرد که من گمان کردم مثلا یک چندین پالایشگاه به این مبلغ برای اینو راه اندازی شده خب کشف چند میادین نفتی با این حجم اعتباری و مالی و الزامن کاری نیست که نظام حاکم انجام داده باشه در طبیعت ایران در بستر سرمایه های زیرزمینی این کشور عزیز موضوعی بوده کشف شده و ایشون اعلام کرده و من تصور کردم که اصلا انگار اینها نفت رو در زیر زمین ساختن که با این لحن به تعبیری تحسینی و ستایشی از قیش بیان می کند. در هر روی این نکته هم تا حدودی بازخورده خیلی مثبتی قطعا برای افکار بومی ندارد که چیزهایی رو که مال ایران هست اینها این گونه برای خود مصادره می کنند و به نام خیش ثبت می کنند و به سایر نظام های پیشین به تعبیری میکوبند و میتازند یک جایی روزنامه جوان ارگان سپاه یک نقد خوبی زد به زن بنده پای منطقی داشت میگه که از دولتی که امضای آمریکا رو تضمین میدانست و شعار انتخاباتیش مذاکره با کت خدا بود پذیرفتنی نیست که صدای مردم خودش رو صدای آمریکا بدن. این نقد دوگانگی حسن روحانی خوبه که از روزمه جوان صورت گرفته اما خود اینها هم اسیر این مسائلن یعنی آلودگی در تمام ارکان و آرمان و رفتار مردان حاکم در ایران پدیدار هست خبرها و نظرها رو با سایر مطالب منتخب دنبال میکنم میدونم بسیار مطلب یک سویه و یک نواخت شد چرا که مطالب دیگری بر صدر نبود در واقع که من بخوام اشاره کنم اما در رابطه با در حوزه هنر دوست دارم یک موضوع رو انتخاب کردم که اشاره کنم بحث آقای همایون شجریان بوده که با آقای قربانی با هم یک کنسرتی قرار, قرار بود که داشته باشم و این آلبومشون تحت عنوان افسانه چشم هایت گویا منتشر شد و برخی از روزنامه های دست رستی که از روز نخست زمانی که اصلا سخن از انتشار آلبوم مشترک در پاساژ تجاری ایران مال شده بود خب به یاد داریم حملات سنگینی کردن حجمه های بیشمار داشتن خب عمدتا جناح و رسانه های نزدیک بهت رهبری بر مردان فرهیخته و فاخر ایران عمدتا روی خوش ندارند بر آنان میشورند آنها رو رقیبان خیش میبینند چرا که به هر روی شجریان شجری پرمهر در میهن دارند و استاد شجریان که به هر روی یگانه آواز ایران زمین هست و همایون صدل حق و الانصاف ادامه دهنده درست راه پدر بوده روزنامه خراسان رو میدیدم که با مطلبی تحت عنوان افسوس بر افسانه چشم هایت معتقد بود که آلبوم مشترک همایون شجریان و آقای قربانی انتظارها رو برآورده نکرد این روزنامه از جمله به ساختار شعری شوریده بود که اشعاری شرح شرح و جعلی اجرا کردن این روزنامه جایی در میگن بعضا میگن دروغویان کم هستند هستن جایی اشاره کرد که وقتی خبر از انتشار این آلبوم به میان اومد آنقدر به تعبیری ترافیک اینترنتی و تقاضا بالا رفته بود که سیستم ها از کار افتاد این رو هم اشاره می کند در خلال مطلب اما معتقد هست که جوان ها خیلی زود زغ زده شدن از اینا خوششون نیومد و از موضوع عبور کردند و رفتن این هم شیوه و مشی برخی از رسانه های دست راستی که عمدتا تلاش دارن بر چهره های ملی میهنی ایران بشورند و بکوبند در حوزه محیط زیست مثل این که باز با آمدن پاییز آسمان خاکستری شده سرب ها بر سطح شهر اومده در این روزنامه جامع جمع رو میدیدم که مطلبی در این خصوص منتشر کرده بود جامع جمع در مطلبی تحت عنوان بازگشت به روزهای خاکستری گزارش از وضعیت آلودگی هوا در تهران و کلان شهرها اشاره کرده بود و از بی برنامگی و نداشتن برنامه مناسب برای مهار معضلات این فصل خبر داد در حوزه رویدادهای منطقه‌ای سری به کشور همسایه افغانستان میزنیم که مباحث انتخاباتی این کشور هم بر صدر برخی از رسانه‌ها باز آمد و به تحلیل و تفسیر آن و انعکاس آن پرداختند گویا افغانستان بار دیگر در واقع در مقوله نتایج انتخابات با چالش مواجه شده که آقای دکتر عبدالله عبدالله نسبت به نتیجه انتخابات اظهار نارضایی کرده و گفت تحت تسلیم نتیجه نهایی نخواهد شد روزنامه ابتکار در گزارشی تحت عنوان خط و نشان عبدالله به همین ماجرا پرداخت و خبر داد که آقای دکتر عبدالله گفت که نتیجه بازشماری آرا رو نمیپذیرد زیرا این موضوع عملی غیر قانونی است و علاوه بر دامن زدن به بحران مسئولیت آن متوجه اشرف قنی و اطرافیان او خواهد بود در همین راستا خانم شاهی سخنگوی عبدالله با یورونیوز گفتگوی داشت و گفت که محمد اشرف قنی رو به تقلب در 300 هزار رای متهم کرده جالب کشور همسایه ما که خیلی با بحران های تاریخی مواجه بوده در دو سه دهه اخیر تنششون حول نتیجه انتخابات حول 300 هزار رای هست نه با یک تلفن حضرت آقا در شب انتخابات در یک مهندسی انتخابات از که ده دوازده تا پانزده میلیون رای رو و از بجا می کنن که هشت میلیونش ثابت شده و در دادگاه اشاره شده علا ای حال این هم کشوری است که من یک کشور همتبار هم زبان و نزدیک ما برخی از شاخص های توسعه رو در عرصه سیاست به درستی می میکند که میتواند یک درس عبرتی باشه برای نظام حاکم در ایران که خود رو بسیار مستثنا میدونه و از هیچ نکته نکوی دیگران نه تنها نمیآموزد بلکه کماکان خود رو برتر ماجرا هم می انگارد و میداند گویا وقتی من در همین لحظه زمان به پایان رسید چشمم کماکان به مانیتور صفحه کامپیوتر هست تا مطالب تازه تر انتخاب کنم همون گونه که اشاره کردم بیشین مطالب خب دیدیم شنیدیم که حول اظهارات آقای روحانی و تنش هایی بوده که بین ایشان و آقای رئیسی ایجاد شده خب جمبندی این بوده که بسیاری از روزنامه ها معتقد بودن دست راستی ها معتقد بودن که به خاطر بازداشت برادرش ایشون این مدل واکنش ها رو نشون میدهند ایشون هم معتقد بودن که نه ایشون در یک رسالت خودش داره یه افشاگری هایی میکنه و از تبعیض در برخورد با اشخاص گلای مند هست که البته دو سوی ماجرا هم میتونه باشه چرا که اگه از تبعیض بوده باشه چرا تاکنون سکوت میکرد پس برادر رو که بازداشت کردن ایشون به هر روی به خشم آمد در هر روی وقت برنامه من به انتها رسیده تا درودی دوباره در شامگاهی دگربار و با هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود